سلام بچه ها، روزتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام یه ویدیو براتون ضبط کنم در رابطه با ابزارهایی که حالا توی طراحی یا توی سیاه قلم استفاده میکنیم. از حالا مدادا شروع میکنم، بعد میریم پاکونا و قلمو. مدادایی که استفاده میکنیم، حالا خود مدادام به چند دسته تقسیم میشن. یکی مداده عادی هستن، میارمشون اینجا میذارم. بعد میری بر سر مداد کنده ها و مداد گرافیتی که کلن از زغال تشکیل شده. خب این مداده که استفاده میکنم برای سایه زدن، حالا میبینید اینا مثلا مداد استلر لوموگراف هست، H8 رنگش رفته اینجا، میبینید یکی از بهترین مدادهایی هست که توی بازار هست. شماره های مدادام که بهتون گفتم از H شروع میشه، HB متوسط هست، به این صورت HB متوسطه. به سمت H که بریم مدادا سخت میشه، به سمت B هم که بریم مدادها نرم و تیره تر میشه. پس به سمت H که بریم میشه سخت تر و روشن تر، به سمت B که بریم میشه نرم تر و تیره تر. سری های B تا B14 ما داریم. حالا من تا B14 شو من دیدم. سری H هم تا 9H من دیدم. پس این شد مدادای حالا برای طراحی یا سایه زدن با مداد. توی سیاه قلم هم میتونید استفاده کنید، جایی که خاکستری هست میتونید با مداد سایه بزنید و با قلمو محو کنید. مارک مدادام بهتون میگم، گفتم که اون استلدر بود، لوموگراف. بعدش میشه حالا خوب بخواییم بخرید، این فابر کاستله هست، گولد. میبینید این اصلیش هست، یه فیک هم داره، اینه، از این استفاده نکنید. میبینید زرد هست و آبی، این رنگش فرق داره، این اصلی هست، این فیک هست. این هم شد فابر کاستل. بعد از اون مدادی که حالا من توی بازار استفاده میکنم فتیح هست، فتیح میبینید ترکیه‌ای هست، مداد خوبیه، یعنی یه خورده از فابر کاستل پایین تره ولی مداد خوبیه، ناخالصی خیلی کمی داره، راحت میشه باش سایه زد. برای حالا 8B و اینا هم که بخوام استفاده کنم، الان مثلا این 10B هست، میبینید MQ اینا خوبه، میبینید 10B اینا مدادای گرافیتی هست، از خاک روس و گرافیت تشکیل شدن. هرچی خاک روس بیشتر بشه مداد سخت‌تر میشه و روشن‌تر. از اون برم هرچی خاک روس کمتر بشه گرافیت بیشتر بشه، مداد نرم‌تر و تیره‌تر میشه، میاد سمت B. این اتود دو میلام هست، میشه استفاده کرد. الان این نوکش H هست، اتود دو میل خیلی خوبه، راحت هم میشه تیزشون کرد با یه سنباده، خیلی به کارتون میاد. این از مدادا. بعد بریم مرسل. حالا استلدرها یه مدادایی دارن بهش میگن سری بلک. میبینید این سری قدیمیش هست، 8B بلک هست، میبینید مشکی کاملا. اگر با این 10B من مقایسش کنم مشخصه این مشیه، اون خاکستری میشه دیگه.
اینجا هم امتحانش میکنه، کاملا مشی است. این یکی نه، برق میزنه، فرق داره. حالا همین الان سری جدیدش اومده مشکی زده دیگه، میبینید روش هم نوشته بلک، اینجا نوشته بلک، استلر مارس لوموگراف بلک. این الان 4B هست، آلمانی هست، خیلی مداد عالی هست برای طراحی، برای سایز زدن با مداد خیلی خیلی خوب هست. پس اینم از این مدادا. بعد بعضی موقع من مداد رنگ استفاده میکنم، مداد رنگ مشی. حالا این پولیکروم هست که دیگه آخر عمرش نزدیک میشه، این مدادگیر هم آموزشش رو گذاشتم توی پلیلیست، برید نگاه کنید، قشنگ اونجا گذاشتم، خیلی چیز خوبی است. الان یه مدادگیر شما بخواید بخرید حدوداً 30-40 تومان هست، شما تا آخر مداد میتونید استفاده کنید. این مدادم دیگه مداد مشکی، مداد رنگه، خیلی کمکتون میکنه. بعد از این میریم بر سر کنته ها، کنته هایی که استفاده میکنیم. خب بهترین کنته، کنته پاریس هست. الان این بی هست تا سه بی داره، بی خورده حالا سخت‌تر میشه، سه بی دیگه نرم‌تر میشه. بعد از این الان ببینم این چیه، فکر کنم سه بی بوده قبلا داشتمش. این هم شد مداد کنته پاریس، خیلی خوبه، فرانسوی هست. بعد از اون من که مدادیو که حالا مداد کنته استفاده میکنم، یکی تو بازار هست فاور کاستل هست، اون خیلی هم خوبه، ولی بعضی موقع از داخل شکسته، چند باری که گرفته بودم و تراشیدم کلن از داخل خرد شده بود. الان کنته که خیلی هم قیمتش خوبه، هم تیرگیش خوبه، کیفیتش هم خیلی خیلی خوبه، راحت میشه با مداد تراش تراشیدش، ماریسه هست. میبینید ماریس هست، حالا اینجا هم نترال داره هم سافت داره، سافتشو الان ندارم. میبینید این دوتا هست، چه فرقی؟ این قسمت بالای فرق داره، یه خورده این مشکیه من که استفاده میکنم، یه خورده جنسش سخت‌تر از هارد، بیشتر برای موجه زدن استفاده میکنم یا توی ابرو. این هم شد ماریس، ماریس هم خیلی خوب بود. یه کنته زغالی دیگه هم داریم، حالا مداد گرافیتی هم بهش میگن، اینه کلن زغال هست، این کلن زغال هم میبینید پهناش همش زغال هست. این خیلی خوبه، خیلی خیلی خوبه، راحت میتونید استفاده کنید برای سایه زدن، نگاه کنید با پهناش که بخوام سایه بزنم پهن میشه، راحت هم میشه تراشیدش. کنتوی بعدی که استفاده میکنم کنته MQ هست که جدید اومده الان، فقط سافتش کیفیت خوبی داره و هاردش نه، هاردش رو استفاده که کردم اصلا خوب نیست، اصلا تیرگی خوبی نداره، میبینید تیرگیش اصلا خوب نیست، این سافته بهتره. هارد اگر حالا خواستید تهیه کنید، فاور کاستل تهیه کنید، خیلی خوب هست. این هم از کنته ها بود. کنته سفید هم داریم، این کنته کرتوکالر هست، بعضی مواقع استفاده میکنیم. حالا کنته پاریس هم داریم سفیدش، اونم خیلی خوب هست. خب بعد از این میریم بر سر مفکونا. مفکونا حالا مارک، نمیخواد مارک خیلی گرون بگیم، مثلا مارک کرتوکالر اصلا به درد نمیخوره، مفکونا باید سفت باشه خیلی. این مفکونا من قدیم دارم، اصلا مارک خاصی هم ندارم.
خب بعضی مواقع هم بچه ها از راپید استفاده میکنیم توی کار، مثلا موجه هاش خیلی نازک و تیره هست، راحت میشه از راپید استفاده کرد. راپید هم جوابتون رو میده. خیلی خوبه، بریم بر سر پاک کنم. یه نکته دیگه هم که خیلی مهمه برای این باریسه هست که نشکنه. اینجور کاغذی بیدید دورش، اینجوری که الان خوردم زمین دیگه هیچیش نمیشه. یه چیزی دیگه فعلا چیزی نیست. حالا بریم پاکونا رو بگم بهتون. پاکون هم خیلی داریم. پاکون پاکون اتودی هستن، پاکون برقی هستن. این پاکون برقی هست، الان مدل تیهو اومده، از اون استفاده میکنن. این تکنیکال هست، من قدیم گرفتمش، خیلی هم عالیه. تیهو قدر یه خورده بلندتر هست، یه خورده هم ضخامتش کمتره. پاکون خمیری داریم اینجا، پاکون خمیری. ببینید پاکون خمیری حتما از فاور کاستل تهیه کنید، ماریس تهیه نکنید. ماریس خیلی خیلی افتضاح هست. من خودم اومدم این ابتکار به خرج دادم. ببینید یه تیکه از پاکون خمیری رو زدم اطراف یه چوب که بتونم راحت کنترلش کنم. اینجا رو تیز میکنم، میبینید به این صورت. حالا اینجا خواستم پاکون میزنم. پاکون بعدی پاکون فرچه‌ای هست. یه زمانی من اصلا پاکون قبول نداشتم، ولی یکی از پرکاربردترین پاکونا توی حالا پاک کردن و اجرای بافت پوست این پاکونه هست و پاکون خمیری. پاکون فرچه‌ای رو خواستید تهیه کنید، حتما فابر کاستل تهیه کنید. پس این دوتا شد حتما فابر کاستل، هم خمیری هم فرچه‌ای. بعد پاکون های مونوزیرو، این دوتا پاکون خیلی خوبن، خیلی به دردتون میخورن. برای مو این پاکونه که ساعت مقطعش میبینید به صورت مستطیل هست، خیلی خوبه، راحت میشه باش حالا خط زد. پاکونه چی هست؟ اینم مونوزیرو هست، استوانه‌ای هست. اینم راحت میشه ازش استفاده کرد، تیزش کرد با سنباده. اینم از پاکونا بود دیگه. پاکون اتودی هم داریم، CO2 از قطرش اینه. اینم خیلی خوبه است. حالا اگه نخواستید خرجتون زیادتر بشه از این استفاده کنید. بچه ها پاکون ببینید این نباید نرم باشه، باید خورده سفت باشه. پاکونه جوابتون رو نمیده اگر نرم باشه. این برای ظرافت کار حتما باید سفت باشه. این هم از پاکونا. خب بریم بر سر قلمو. قلموهایی که استفاده میکنیم، حالا قلموهای نرم داریم، قلموهای زبر داریم. من از قلموهای نرم بهتون میگم تا قلموهای زبر. قلموی دالی هست که خیلی استفاده میکنم ازش، سری 222 نرم هست. قلموی خرم زبان گربه‌ای سری 757 هست که استفاده میکنم. بعد از اون میریم بر سر قلموی رهاورد. رهاورد جدیدی ها اصلا به درد نمیخوره. الان این رنگش هم رفته، قدیم بوده. سری 1379 هست این رهاوردا، سرتخت هم هست دیگه. من این باش کار کردم اینجوری شده، قدیمی هست، باش کار کردم اطرافش خورده گرد شده. بعد قلموی این قلموی هست، اینم پارس آرت هست، موی سمور قسمتش هست دیگه. اینم هست
این هم مثل همونه، فقط این قسمتش فرق داره. این تخته، این گرد هست. اینا برای پوست خیلی خوب هست. قلموی افشان خیلی خوبه، سری 505. میبینید اینجا نوشته 505. این هم نرمه ولی شماره های مختلف داره. تخت هم هست، میتونید تهیه کنید. دیگه بریم برسر قلموهای زبر. زبرهایی که من خودم دارم، زبر پارش آرت هست، سری 11-12 هست. این سری 11-11 شم. این البته این زیاد باش کار کردم، موهاش کوتاه شده. کلا قلموهای زبر بعد از یه مدتی که زیاد باشون کار کنید موهاشون میشکنه و کوتاه میشن، میریزن، اینجوری میشن. ببینید موهاش الان کلا ریخته. 11-11 اینم 11-12 کلا موهاش بلندتر هست. یه قلموی هم جدیدن من پیدا کردم خودم، آلمانی هست، قلموی AB579 لوکی استار جرمنی. خیلی قلموی خوبیه. اینم دیگه قلموی پارس آرتی هست. اینجا از این استفاده میکنم برای مثلا مو، میخوام یه خط مو بزنم، از این استفاده میکنم. ببینید از این قلمو استفاده میکنم. قلموی بازم هم پارس آرت، اون قبلیه و این یکی هستن، 21-25 پارس آرت. این صفره خیلی کاربرد داره، من خیلی ازش استفاده میکنم. این دالی هم صفرش خیلی کاربرد داره، بیارمش. دالی شماره صفرش هست، سری 222. دیگه چی هست که بهتون بگم؟ قلموهای ماکو هست، قلموهای زمینه هست، خیلی خوبه اینا. مثلا چهره داره میکشید، سطح مقطعی که میخواید سایه بزنید خیلی بزرگ هست. میاییم از این قلمو استفاده میکنیم. دو تا شمارش هم من دارم، یکی و این قدیمی تره. دیگه چه قلموی اینجا هست که نگفتم؟ یه قلموی دیگه هم اینجا دارم، خیلی خوبه این قلموه، قلموی افشان سری 909. این هم خیلی خوب هست، راحت میتونید کنترلش کنید، ازش استفاده کنید. زبره خیلی خوبه. یه قلموی دیگه هم که خیلی تو کار من استفاده میکنم برای محو کردن خطوط، قلموی خرم سری 7007 هست. این قسمت اینجا رو من اومدم کوتاه کردم، میبینید که راحت باهاش حالا خطی چیزی داریم محو کنید به این صورت. این قلمو هم قلموی جانسون هست، سری 888. قلم خوبیه اینم، هم میشه باش خطی کار کرد، هم میشه برای کارهایی که میخواید محو کنید، سایه هایی که میخواید محو کنید. این قلمو هم 1102 پارس آرت هست، البته این شماره 16ش هست، خیلی بزرگه. شما خواستید تهیه کنید زیر 10 تهیه کنید. اینم از این. دیگه چی مونده اینجاها؟ چیزی نیست بهتون بگم. اتودم حالا مدادناکی هم استفاده میکنم داخل کارم. من یه مدادناکی هفته هم استفاده میکنم، نوکی هم که میگیرم نوک استلر هست. آره اینو ببینید، این نوک هست، نوک خیلی خوبه، با کیفیتی هست، از این استفاده میکنم. زغال هم زغال کرتاکالر استفاده میکنیم. اینجا ندارم، اینجا هست، زغال کرتاکالر هست، هم برای سایز زدن مو و زمینه از این استفاده. استوانه هست، شمشش هم هست به صورت مکعبی هست.
من خودم از این اکسترا سافت هست و بچه ها خواستید استفاده کنید. ببینید اینجا نوشته آره این خورده اکسترا سافت بیدیش ننوشته نه این هم از این دیگه کاتر حتما استفاده کنید تو کاراتون برای تیز کردنه حالا مداد چیزی سنباده استفاده کنید حالا سنباده اینجا من ندارم دیگه چیز خاصی نیست همین ها هست دیگه ذره ذره کار بکنید یاد بگیرید پنبه استفاده کنید کف دریا میتونید استفاده کنید نشاسته میتونید استفاده کنید برای مخلوط کردن پودرا این قلم ها هم الان یادم اومد این پارس آرتیست هست زبره مثل همون 11-12 هست این هم هست دیگه چیز خاصی نداره اینجا براتون توضیح بدم همین هم هستن تمام ابزاری که ما استفاده میکنیم این هم هستن حالا در کنار اینا میتونه دستمال کاغذی بیاد پنبه بیاد گوشپاکن بیاد میتونه از این هم استفاده کنید خب امیدوارم که این به درتون بخوره آموزشه حالا وسیله خاصی تهیه کنید لیستشو من دارم پیام بدید تا براتون ارسال کنم خاصی تهیه کنید مشکلی نداشته باشید تا ویدیو بعد خدا نگهدار بدرود